علی‌رغم دستور وزیر کشور پاکستان به تمامی دستگاه‌های زیربط مبنی بر فراهم نمودن تمامی تمهیدات و امکانات لازم به منظور برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم، قطع برق در هنگام برپایی مراسم‌های عزاداری اعتراض شیعیان پاکستان را به همراه داشته است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، هفته گذشته طی دستورالعملی از تمامی دستگاه‌های زیربط خواست که هماهنگی‌های لازم را بایستی در رابطه با برگزاری مراسم بزرگداشت دهه اول محرم در سراسر کشور انجام دهند. وی همچنین از استقرار ارتش و تکاوران در سراسر کشور برای تأمین امنیت شیعیان عزادار در ماه محرم خبر داد. اما هماکنون خبر می‌رسد که علی‌رغم دستورالعمل‌های صادر شده، در بسیاری از موارد قطعی برق در تعداد زیادی از ایالت‌ها هنگام برگزاری مراسم عزاداران شیعیان رخ می‌دهد. با توجه به گرمای شدید هوا، قطعی برق علاوه بر ایجاد اختلال در روند برگزاری مراسم، باعث ناراحتی و آزار و اذیت بسیاری از مردم عزادار، به ویژه کودکان، زنان و سالمندان گردیده است. در پی این مشکلات به وجود آمده، تعدادی از چهره‌های برجسته شیعه و مجلس وحدت مسلمین پاکستان از جمله مولانا صدیق جعفری، رضی حیدر رضوی و علامه مبشر حسن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفتند که اگر این روند در ایام عزاداری اصلاح نشود، شیعیان اعتراض را حق خود دانسته و در سراسر شهر تظاهرات خواهد شد. چهره‌های برجسته شیعه در این کنفرانس مطبوعاتی تأکید کردند که یک ماه قبل از محرم جلسه‌ای با همه نهادهای زیربط تشکیل شد که حل مشکل برق مراسم‌های عزاداری تا قبل از محرم، تعمیر جاده‌ها و تمهیدات امنیتی از جمله مواردی بود که در دستگاه‌های زیربط دولتی قول مساعد برای حل آنها داده شد. افراد شرکت کننده در این کنفرانس مطبوعاتی تأکید کردند، اما علی‌رغم قول مساعد مراکز زیربط، به محض شروع ماه محرم و برپایی مجالس عزاداری، قطع برق همچنان ادامه دارد. چهره‌های برجسته شیعه پاکستان در ادامه افزودند اگر از امروز قطع پی در پی و سریالی مراسم‌های عزاداری شیعیان پاکستان ادامه داشته باشد، اعتراض را حق مسلم خود دانسته در سراسر پاکستان تظاهرات و تجمع برپا خواهیم نمود. افراد شرکت کننده در این کنفرانس مطبوعاتی همچنین گفتند که دستگیری یک تروریست در شهرک اورنگی نشان می‌دهد که ممکن است نظیر این حادثه رخ دهد. لذا مقام‌های انتظامی باید با هوشیاری کامل امنیت عزاداران را تضمین کنند. نهادهای دولتی و دستگاه‌های زیربط مراقب اشرار باشند. چهره‌های برجسته شیعه پاکستان از مقام‌های دولت مرکزی و ایالت‌ها درخواست نمودند که تمامی امکانات ممکن برای عزاداران امام حسین علیه السلام فراهم شود و تمهیدات کافی برای روشنایی لازم در مسیر موکب‌ها و تجمع‌های عزاداری مهیا گردد.